میلاد رسایی منش، فعال سیاسی از استکهلم همراه ما هستن. جناب رسایی منش، خوش آمدید به برنامه. در طول سالهای گذشته، چه در اعتراضات سبز، چه در اعتراضاتی که از آبان 98 شروع شد و چه در انقلاب اخیر، دانشگاه و دانشجویان در نوک پیکان سرکوب نظام بوده. با این حال این صدا بلندتر و منسجمتر شنیده میشه. این همبستگی انسجام دانشجویان رو چطور ارزیابی میکنین شما؟ درود بر شما و ممنون که دعوت کردید. ببینید، قبلش اجازه بدید من این توضیح رو بدم که اساساً وقتی ما از مفهوم هنر صحبت می‌کنیم، کسانی که هنرمند هستن و یا دانشجویانی که در بعد هنر تحصیل می‌کنند، این رو باید مد نظر داشته باشیم که هنر در شرایطی که یک کشور و یک جامعه در خفقان هست و به نوعی درگیر یک نوع حکومت توتالیتر هست، به کمک جنبش‌های آزادی‌خواه و آوانگارد همواره اومده و به نوعی سعی کرده اون ایدئولوژی و مقدساتی که در حقیقت طبقه حاکم داره رو به نوعی با زبان هنر نقد بکنه. در نتیجه وقتی که ما به تاریخ در حقیقت جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، دشمنی اینها با دانشگاه یک امر برسط شناخته شده هست. به طور مشخص با هنر، دانشگاه هنر و علوم انسانی، اینها بیش از شاید علوم دیگه و سایر دپارتمان هایی که در ایران هست دشمنی داشتن و خب امر تازه ای نیست و همچون که گفتم در حقیقت دشمنی جمهوری اسلامی با هنرمندان. در این حال به عقیده من اینکه در این مقطع زمانی که قریب به 9 ماه از خیزش انقلابی مهسا میگذره، اینها در شرایطی که بر اساس اون بروز خیابونی رو انقلاب نداره و خب حاکمیت خودش رو برای خیزش‌های بعدی انقلاب به درجات آماده می‌کنه، سعی می‌کنه که با سرکوبگری و ارعاب از الان پیشگیری بکنه که در حقیقت جامعه به سمت خیزش‌های بعدی پیش نره، خیلی پروازه‌ای که دانشگاه هنر رو انتخاب می‌کنه. یعنی به عقیده من اصلاً اتفاقی نیست که در این مقطع زمانی مشخص اینها یادشون افتاده که باید مقنعه رو برای دختران در دانشگاه هنر اجباری بکنن و از این طریق دارن تست می‌زنن به عقیده من جنبش دانشجو و واکنش دانشجوها رو. در این حال همونجوری که خودتونم اشاره کردید، این بیانیه‌های مختلفی که از دانشگاه‌های مختلف میاد و بر اساس این اتحادی که شکل گرفته که بی‌نظیر هست در دوره‌های قبلی، که حالا شاید در تو با دلایلش بشه جای دیگه ای صحبت کرد، به عقیده من واکنشی هست که دانشجویان دارن به این در حقیقت سرکوب‌ها و این در سیاستی که جمهوری اسلامی داره نشون میدن. اینکه چه شده که ما به این مقطع رسیدیم، به نظر من میشه در ادامه در تو با این صحبت کرد، ولی این رو بعد در نظر داشت. واکنش‌ها و این بیانیه‌هایی که داده شده رو باید در بستر انقلاب و اتفاقاتی که در رابطه با انقلاب مهسا افتاد رو در حقیقت دید و به این شکل تعریفش کرد. جناب رسایی منش، اگر به دانشگاه تهران مراجعه کرده باشید، این فضای دانشکده هنر کلا یک فضای جدا از دانشگاه بود، چنانچه در این بیانیه هم اومده و گفته شده که این دانشجویان روح این انقلابن. یعنی عملا تبعیت از قوانین سختگیرانه دانشگاه در این دانشکده کمتر مشاهده شد میشد عموما. چقدر احتمال میدید این اعمال فشارها منجر به انعطاف از طرف دانشجویان بشه در نهایت؟ من بعید میدونم با توجه به مختصاتی که در ایران هست، مردم و مشخصا در این بحث دانشجویان تمکین بکنن به خواسته های حکومت. ببینید، ما یک نسلی رو در ایران شاهدش هستیم که به هیچ عنوان خواسته و مطالباتش در چارچوب این حکومت قابل تحقق نیست. مشخصا دانشجویان هنر که ما در رابطه باشون صحبت میکنیم، اینها نسلی هستند، افرادی هستند، جوانانی هستند که خودشون رو با دانشجویان هنر در کشورهای دیگه مقایسه میکنن. با توجه به در حد تغییر موازنه قدرت پس از انقلاب مهسا و اینکه به اساس مردم متوجه شدن میتونن با اتحاد و تشکل به حاکمیت فشار بیارن، به هیچ عنوان من فکر نمی کنم که با سرکوب و ارعاب و دستگیری دانشجو بشه جنبش دانشجویی و در کل انقلاب رو سرکوب کرد. چرا حاکمیت این کارو میکنه؟ به این اعتبار که اینها چاره ای ندارن. از موج بعدی که در موج بعدی که انقلاب در حقیقت اتفاق خواهد افتاد میترسن. ما در پروسه انقلاب مهسا شاهد بودیم که دانشگاه یکی از مهمترین مکان هایی بود که در حقیقت مردم از اون طریق به در حقیقت سیاست های حکومت اعتراض میکردن. در نتیجه دارن شمشیر رو از رو بستن، دارن مشت آهنی نشون میدن و به نوعی میخوان جو رو ارعاب بکنن چون چاره دیگه ای ندارن. ولی همچون که توضیح دادم، به دلیل اینکه اعتراضات مردم یه پایگاه مادی واقعی و مشخص داره، امکان نداره که بتونن دانشجویان رو سرکوب و یا در حقیقت منکوب بکنن. ممنونم از شما میلاد رسایی منش، فعال سیاسی که از استکهلم همراه ما بودید.